حدود 4 دهه ممنوعیت ورود زنان ایران به ورزشگاه برای تماشای فوتبال قرار است فردا به پایان برسد. فدراسیون جهانی فوتبال میگوید مقام‌های مسئول در ایران اطمینان دادند که امکان تماشای بازی‌ها از این به بعد برای زنان فراهم است. برای دیدار فردای ایران و کامبوج تنها 3500 بلیت به زنان فروختند. همچنین به عکاسان زن اجازه حضور ندادند. نعیمه نامجو در گزارشش میگوید در گذشت دختر آبی فشارها بر حکومت ایران و فدراسیون جهانی فوتبال را برای گشودن درهای یوم ها به روی زنان افزایش داد. از کلکله فوتبالی که تو فامیل سال هاست که عاشق فوتبال است. جذاب بود همیشه. اوج جذابیتش هم بازی ایران و استرالیا بود. سال هاست که دلش میخواسته بازی تیمش را از نزدیک ببیند. بلد نبودم خوشم برم تو ورزشگاه. به جور بازش رو نداشتم یا هر چیز دیگه. اما این کار نکردم. دوست داشتم مثل یه آدم واقعی، مثل یه مردی که تو این جامعه است، بشنم بلیت بخرم برم فوتبال همو ببینم. از اون روزا 20 سالی میگذره، شاید هم بیشتر، تا اینکه قضیه سحر پیش اومد. از اون روز به خودم قول دادم که حتما واسه بازی بعدی، واسه سحر و سحرها هم که شده، واسه زینب پرسپولیسی، واسه همشون که دلشون میخواد برم ورزشگاه بازی رو ببینن. شاید سن و سالی ازم گذشته باشه، الانم دلم میخواد برم براشون تلاش کنم. انتظاری طولانی که شاید فردا به سر برسد. گرچه آنها که به ورزشگاه می روند با این نرده ها روبرو می شوند. نرده هایی که جایگاه زنان را مشخص می کند. زنانی که بلیت تماشای بازی ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی را خریدند، حتی آزادی در انتخاب جای نشستنشان را نداشتند. این جایگاه های بنفش برای آنها در نظر گرفته شده و تنها حدود 3500 بلیت به آنها فروخته شد. گرچه فدراسیون جهانی فوتبال پیشتر گفته بود که باید به زنان بر اساس میزان درخواست بلیت فروخته شود و نه سهمیه. فیفا خواستار حضور بدون محدودیت زنان در ورزشگاه ها شده بود. حضوری که نمایندگان فدراسیون جهانی فردا آن را از نزدیک زیر نظر دارند. تمرکز ما بر اینه که زنان بتونن برای دیدار 10 اکتبر به ورزشگاه برن و همکاری عملگرایانمون رو با فدراسیون فوتبال و مقامات ایران ادامه میدیم تا اطمینان پیدا کنیم که زنان میتونن بازی‌های لیگ فوتبال ایران رو هم ببینن. در چند هفته اخیر و با درگذشت سحر خدایاری، فشارها بر فیفا برای توجه به مسئله ممنوعیت حضور زنان ایران در ورزشگاه‌ها بیشتر شد. دختر آبی بعد از آن که به خاطر تلاش برای ورود به استادیوم به دادگاه کشیده شد، خودسوزی کرد. آنها که سالها برای ورود زنان به ورزشگاه کارزار راه انداختند میگویند اگر فیفا زودتر از اینها اقدام قاطعانه ای انجام داده بود، از مرگ سحر خدایاری جلوگیری میشد. زنان ایرانی باید بتوانند در بازی‌های مردان حضور پیدا کنند. باید برای این مسئله فشار بیاوریم. با احترام اما قوی و با قدرت. بیشتر از این نمی‌شود صبر کرد. مخالفت‌ها با حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران به پایان نرسیده. این تجمع مخالفان است که چند روز پیش مقابل مجلس رفتند. مخالفان نه تنها در میان مراجع مذهبی که حتی در میان بعضی از مقامات دولتی هم دیده می‌شوند. در جریان جام جهانی گروهی از زنان توانستند از دروازه‌های آزادی بگذرند و بازی تیم ملی را روی پرده‌ای تماشا کنند. بازی فردا اما هم آزمایشی است برای مقامات ایرانی در فراهم کردن امکان ورود آزادانه زنان به ورزشگاه، هم آزمونی برای فیفا که تا کجا حاضر است به عنوان فدراسیون جهانی با جدیت با تبعیض برخورد کند. نعیمه نامجو، بی بی سی. حسین باستانی همکارم در استودیو با ماست. آقای باستانی، فکر میکنید که عقب نشینی حاکمیت بر سر این موضوع نتیجه فشارهای خارجی یا مبارزات داخلی؟ خب واقعیت اینه که طیفی از عوامل تأثیر داشته. از سالها پیش این مسئله پیگیری میشده توسط بخشی از جنبش زنان ایران به عنوان یکی از نمادهای تبعیض جنسیتی. تقریبا مثل اگر بخوایم مقایسش کنیم در دهه 60 میلادی در ایالت‌های جنوبی آمریکا که سیاه‌پوستان در معرض تبعیض از این جنس بودن که حتی مثلا در اتوبوس کنار سفیدپوستان نمیتونستن بشینن، کسایی میومدن
و می‌نشستن در قسمت سفیدپوستان، آیا معنیش این بود که اولویتشون جای اتوبوس بود؟ قاعدتا نه، ولی به عنوان یکی از نمادهای تبعیض اون رو هدف قرار داده بودن. خب مسئله ورود به ورزشگاه هم استادیوم های فوتبال هم یک همچین جایگاهی پیدا کرده بود. این پیگیری هم به مرور فیفا را حساس و حساس‌تر کرده بود، تا حدی که حتی در اواخر خرداد گذشته خب رسما نامه‌ای فرستاده بودن به فدراسیون فوتبال ایران و گفته بودن باید تکلیفش رو ایران روشن بکنه در این فقره. منتها مشکل اینجا بود، یعنی دلیل اینکه کار پیش نمی‌رفت در طی این مدت. جمهوری اسلامی ایران که نمیگفت این کارو نمیکنم، مثلا جواب رسمیش که این نبود که چون این مرجع و اون مرجع تقلیدی گفتن ما نمیکنیم، نه اینکه نمیگفت، میگفت خب داریم میکنیم، باید بسترش آماده بشه، باید زیرساختای استادیوم حاضر بشه، حالا در این مسابقات میشه در اون مسابقات نمیشه، کسانی رو انتخاب میکرد، مثلا افراد غیر ایرانی میتونن حضور داشته باشن، کسانی رو هم از بین بعضن ایرانی ها به صورت گزینشی انتخاب میکردن، همه این کارا رو میکردن. اگه بخوام عامیانه بگم اصطلاحا میپیچوندن داستان رو. خب اتفاقی که افتاد در 11 شهریور، خودسوزی سحر خدایاری، خب در سطح رسانه‌ای اصطلاحا ترکید و در حدی فیفا رو تحت تاثیر قرار داد، یعنی تحت تاثیر که نه، تحت فشار قرار داد، که خب در این فشار هم البته باز فعالین ایرانی نقش عمده‌ای داشتن، که در واقع دیگه نمیتونستن مثل سابق رفتار بکنن، باید یه کار متفاوتی انجام میدادن، وگرنه واقعا حتی مسئولین فیفا انگار که در معرض فشار قرار میگرفت جایگاهشون، چیزی نبود که ساده بشه ازش گذشت. و نتیجهش به هر حال این شد که یک تغییر ایجاد شد، تغییر البته تغییر نسبیه، ولی خب نسبت به اون چه تا حالا انجام شده خب خیلی بیشتر بوده. آیا معنیش اینه که این پایان بازیه؟ البته که اینطور نیست. همین الان که ما داریم اینجا با هم صحبت میکنیم، من مطمئنم کسانی نشستن دارن فکر میکنن که این فقره اخیر رو هم اصطلاحاً چطوری میتونن بپیچونن. خب در یک جاهای زیر ساخته حالا آماده نیست، در یک جاهای دیگه مثلا بر بازی های باشگاهی وقت میخواد و مشمول مرور زمان کردن حتما هدفی خواهد بود که دنبال میشه، ولی خب قابل انکار نیست که به هر حال اون اتفاقی که افتاد بعد از خودسوزی سحر خدایاری بازی رو در یک ابعاد متفاوتی پیش برد، که خب حالا البته فردا باید ببینیم که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. چقدر به هر حال این عقب نشینی حاکمیت رو میشه تعمیم داد به دیگر مسائل، مسائلی که خواست جامعه مدنی هست، فشار بین المللی بر ایران هست، فکر می‌کنی که میشه اینو تعمیم داد به سایر موارد؟ در مواجهه به هر حال با موضوعات معمولا آدم وقتی میخواد تحلیل بکنه یک سیستم پیچیده رو، ذهن آدم تمایل داره به اینکه یک مدلای ساده ای رو فرض بکنه که وجود دارن، همیشه این مدل جواب میده، همیشه اون مدل جواب نمیده، ولی واقعیت اینه که معمولا در یه طیفی باید داستان رو دید، در اینکه جمهوری اسلامی ایران نسبت به فشارهای خارجی چقدر تاثیرپذیر هستن واقعا این طیف وجود داره، بعضی از جاها خط قرمزهای اصلیش هستن، بعضی از جاها خط قرمزهای رده بعدش هستن، اینا همشون در یک حد تاثیر نمیگیرن از فشار داخلی یا خارجی. مثلا در همین موضوع ورود زنان به استادیوم های فوتبال، ما اینو فراموش نکنیم که در سال 85 تا دم قضیه داستان رفته بود، یعنی در زمانی که به هر حال دولت نهم داشت این قضیه رو پیگیری میکرد، بعد نقل شد که رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهور وقت گفته که خب من قبلا دولت های دیگه دلم راضی نبود این کار رو انجام بدن، شما ولی فرق داری، من مشکلی ندارم. بعد تعدادی از مراجع موضع گرفتن و موضع رهبر این شد که خب دولت به حرف مراجع عمل بکنه. آیا معنیش اینه که البته حرف مراجع تعیین کننده حکومت در ایران؟ نه، حرف رهبره که تعیین کننده است در درجه اول، ولی واقعیتش اینه که خب در اونجا هم باز سطوح مختلفی از خطوط قرمز یا اولویت ها وجود داره. مثلا خب تعدادی از مراجع همیشه مصر بودن که نرخ بهره ثابت، سود ثابت بانکی این مصداق ربا هست، همیشه رو این تاکید داشتن که اینطور هست. ربا خب در قرآن اومده که در حکم اعلام جنگ به خدا و پیغمبر هست، در نتیجه نباید بانک ها بهره ثابت بدن. اما خب به این مسئله اعتنایی طبیعتا حکومت نمی کنه، چون مسئله یک اولویت مهمه، پول، قدرت مالیه، سیستم بانکیه. همه مراجع هم همیشه معترض باشن، تغییری در سیاست های بانکی در این فقره ایجاد نخواهد شد. اما در مورد موضوع زنان قضیه فرق می‌کرده، این دیگه جزء اولویت‌های اصلی حکومت نبوده، مسئله این بوده که زنان احساس تبعیض می‌کردن، انگار که حکومت می‌گفته که خب بکنن،
این واسه ما اولویت مهمی نیست که به خاطرش بخوایم مراجع رو زخمی بکنیم. در این جاهایی که به هر حال به نظر میاد خب قضیه در حد خط قرمزای اول نبوده، تا حدی که همونطور که گفتم قبلا به هر حال تا حدی به نظر میاد که داستان داره پیش میره، در اینجاها البته یک اتفاقاتی مثل اتفاقات ماهای اخیر، فضایی که بعد از خودسوزی سحر خدایاری ایجاد شد و فشار فیفا، فشار بین‌المللی، خب تونست این تغییر رو ایجاد بکنه. تا اطلاع سالمی البته میگم بازی تموم نشده تو این فقره، ولی در یک جاهای دیگه که خط قرمزها خط قرمزهای تعیین کننده و اصلی حکومت باشن، نه، در اونجاها ساده فکر کردن داستانی که ما تصور کنیم که حکومت در این حد از فشار رو ممکنه که باعث عقب نشینی خودش تلقی بکنه. به عنوان نمونه تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داره در مورد چیزهایی مثلا مثل نقش ولی فقیه، نقش رهبر در سیستم حکومتی ایران، حکومت عقب نشینی انجام نخواهد داد تا وقتی جمهوری اسلامی وجود داره، فارغ احتمالاً فارغ از این که فشار داخلی وجود داشته باشه یا فشار خارجی یا در چه حد وجود داشته باشه. ولی در طیف دیگری از موضوعات ممکنه که این خط قرمزها به این صورت مطرح نباشن و در اونجاها خب با میزانی از فشار بین المللی میزان رو میشه متصور بود. متشکرم. باستانی باستانی در استودیو با ما. ما برای بررسی بیشتر موضوع مرضیه یازرافشار، فعال مدنی از تهران با ماست و همچنین ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر و پژوهشگر مرکز اسناد حقوق بشر ایران از نیویورک. خانم یازرافشار، آیا باید در واقع فردا رو تاریخ مهمی در مبارزات جنبش زنان در ایران دید یا نتیجه دادن فشارهای خارجی بر ایران؟ سلام، ما وقت بخیر میگم به همگی. البته این قطعا ورود زنان به استادیوم فردا یه توفیقی برای جریان مطالبه‌گری زنان هست و البته فشار فیفا هم بوده، ما نمیتونیم انکار بکنیم، ولی مسئله اصلی این هست که این دغدغه و مطالبه در کشور جدی بود و به نظرم نمیرسه که خود جامعه اساساً با ورود زنان به استادیوم مشکلی داشته باشه. یعنی تکثری که در ایران هست، معدل اون تکثر این مطالبه رو پذیرفته و این رو من به نظر من مسئول حکومتی هم میدونم. منطقه مخالفت هایی که در این راستا میشد، یه بخشش میتونه مخالفت ها انگیزه اعتقادی داشته باشه، ولی به نظر من این مخالفت ها اینقدر تعیین کننده نیست. بخشیش یک پروژه سیاسی هست، کسایی که نمیخوان ابتکار عمل دست دولت باشه مانع تراشی میکنن و به هر حال این مانع با فشاری که فیفا آورد و مبتنی بر ظرفیت و آمادگی داخلی در همین حدش برطرف شد. خانم فرهاد، نظر شما چیه با توجه به اینکه اساساً کلاً 3.5% صندلی‌های استادیوم به زنان اختصاص پیدا کرده، نرده کشیدن دور جایگاه زنان، گفته میشه که دوربین گذاشتن، فکر می‌کنید که واقعاً زمانیه که جنبش زنان باید بابتش خوشحال باشه و جشن بگیره؟ ببینید، من فکر می‌کنم که به خودمون بستگی داره که به جنبش زنان و به جریان مبارزات ضد جمهوری اسلامی و اعتراضات سراسری که چجوری به این جور مسائل نگاه می‌کنن. جمهوری اسلامی فقط و فقط زبان فشار و زور رو می‌فهمه. هر گونه دیپلماسی رو در این 40 سال رد کرده با تمام قشای جامعه خودش، با تمام خواسته‌هایی که وجود داشته از جمله زنان، از جمله همین استادیوم که یکی از خواسته‌های کوچیک هستش در جنبش زنان، ولی اینقدر باهاش مقاومت وجود داشته. برخلاف اون ایده که آقای باستانی مطرح کردن، من فکر می‌کنم که مسئله زنان به خاطر اینکه به فقه اسلام مربوطه و مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلامه، انقدر ریشه‌ای و خط قرمزه که جمهوری اسلامی جز با این فشاری که فیفا آورد که اون هم به علت اون مبارزه سحر کرد، جونش رو گرفت دستش و این فریاد رو زد و فیفا بعد مجبور شد. فیفا تمام این سال‌ها، تمام دروغایی که اینا گفتن که می‌داریم زیرساخت می‌سازیم و می‌دونست فرید نمیخورد. ولی خب وقتی که جامعه مدنی واسه آزادی خودش صدایی نداره، فیفا چی میخواد بگه؟ خب مماشات میکرد، البته غیر از فسادهای مالی و چیزایی که اون پشت زد و بندایی که وجود داره. ولی وقتی که سحر این صدا رو گفت، فیفا پشتش وایستاد و بعد جمهوری اسلامی از این موضوعی که کاملا خط قرمزشه
و کاملا نقطه شکستش از همینجا میتونه شروع بشه و به بقیه قشرهای معترض هم نشون بده که اگر فشار بیارید، اگر مثل سحر خدایاری بیاین جلو، میتونه جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌هایی که خط قرمزش حتی ولایت فقیه عقب بشونید. از این منظر بله روز مهمیه، واسه اینکه این اعتماد به نفس رو یک بار دیگه به همه ما میگه و میده و نشون میده که فقط فشاره و فشارهای خارجی باید صدای داخل رو بشنون که بیان پشت سر ما وایسن. اتفاقا الان شرایط جهانی خیلی هم مساعده و من فکر میکنم هر کسی که مطالبه ای داره از جمهوری اسلامی که در واقع میشه گفت شاید اکثریت قریب به مطلق مردم در حکومت خودش رو روبروی اونها قرار داده، همه باید این داستان سحر که حاضر شد مبارزه بکنه و صدای خودش رو نشون بده رو ببینن، بعد حمایت فیفا و بعد عقبش جمهوری اسلامی. عده ای از فعالان زنان معتقدند که به این شکل ورود به استادیوم تحقیرآمیزه، همراه با احترام نیست. ما هر قدمی رو که در راه باز شدن فضای صدا فرهنگی و سیاسی جامعه است باید خوش آمد بگیم. البته خیلی چیزا ممکنه که برای ما شرایطش ایدئال نباشه، ولی اگر قرار ما به توسعه پایدار برسیم و مسیر رو مستمرا ادامه بدیم، تو همین فضای تفاهمی تعاملی باید حرکت کنیم. من خوشحالم که اتفاقا فیفا در مورد به اصطلاح جمهوری اسلامی خیلی عاقلانه و هوشمندانه برخورد کرد، یعنی کار رو توی پروسه مذاکره و یک به اصطلاح تفاهم پیش برد و فشار کلنگی هم به جمهوری اسلامی وارد نکرد. مسئله اصلی آمادگی جامعه هست برای پذیرش این قضیه. اگر این آمادگی نبود، من فکر نمی کنم که فشارها هم میتونست اینقدر مؤثر باشه. ولی اتفاقی که فردا میخواد بیفته، به شدت ما میبینیم که مثل یک، یعنی منظورم از کلمه شدت این هست که کاملا توی روند عادی و طبیعی داره اتفاق میفته، یعنی اینکه جامعه پذیراش هست. مسئله اینه، من هم توی که عرض کردم مخالفت هایی که توی این خصوص شده بود از طرف دولت و مسئولین ورزشی ما نبود، حتی از طرف همه مراجع و مذهبی ها هم نبود، بیشتر از طرف کسایی هست که اگه الان دولت احمدی نژاد بود اون مخالفت ها رو نمیکردن، چون الان دولت آقای روحانی هست مانع تراشی میکردن. ولی الان چون این مطالبه و این دغدغه تو جامعه فراگیر وجود داره و هم اقشار مذهبی و هم اقشار غیر مذهبی این رو کاملا میپذیرن، فیفا هم این رو درک میکنه، بنابراین راه هموار شده برای این قضیه. خانم فرهاد فکر می‌کنید که این فشار بین‌المللی ادامه پیدا خواهد کرد به شکلی که واقعاً تبعیض دست کم در این زمینه درباره زنان از بین بره؟ خب باز این هم بستگی به اقدامی داره که فعالین و جامعه مدنی ایران میکنه. من برخلاف مهمان محترم دیگرتون معتقدم که فیفا کاملا کلنگی برخورد کرد با ایران و تهدید کرد که لیگ فوتبال رو تحریم میکنه، حضور تیم ملی رو در مسابقات آتی به لیول های مختلف تصمیم گیری خواهد کرد راجبش، و فقط همین تهدید باعث شد، نه هیچ مسئله دیگه، و حتی به دولت ها هم ربطی نداره. عرض کردم که مسئله فقه اسلامی که مبنای قانون اساسی و قوانین جاری جمهوری اسلامی هست، زن رو از بعد ورود نصف مرد میدونه، اصلا یک مسئله کاملا خط قرمز و یک مسئله کاملا حیاتی. اجازه بدین پس نظر خانم آذرافشار رو بشنویم. اگر فیفا میخواست کلنگی برخورد کنه، امروز از طرف بسیاری مورد انتقاد قرار نمیگرفت که اگر فشارها رو زودتر وارد کرده بود سحر الان زنده بود. پس معلوم میشه که این توی فضای تعاملی صورت گرفته و من خوشحالم از این قضیه. اون دیدگاه فقهی هم که مهمان برنامه دارن بهش اشاره میکنن، مربوط به بخشی از جامعه سنتی و مراجع سنتی ماست، نه همه مراجع و نو اندیشان دینی ما. به هیچ عنوان نگاهشون تبعیض‌آمیز نسبت به زنان نیست و کارهایی که داره میشه نشون دهنده این هست که یه حرکت قدرتمند مذهبی برای برابری حقوقی زن و مرد ما توی جامعهمون داریم. واقعیتش اینجاست که ما روی حرکت جامعه مدنی خودمون بر اساس ظرفیت‌های بومی خودمون باید حساب کنیم تا به توسعه پایدار برسیم. هر حرکتی که تضاد و تقابل رو تو جامعه ما دامن بزنه، این میتونه یک وقتایی مثلا یک دستاوردهایی هم داشته باشه، ولی اون موقته، یعنی هزینهش بیشتر از فایده است. در حالی که ما این الان این توفیق رو کاملا تو فضای تعاملی داریم دست میاریم.
خانم فرهاد، شنیدید پاسخ خانم آذرافشار رو؟ فضا فضای تعاملی و نگاه فقهی هم متعلق به عده‌ای، نه همگی. بله، در مورد نگاه فقهی من یک توضیح بدم. اتفاقا درست میگن که متعلق به عده‌ایه و من تکمیل میکنم که اون عده در اقلیت محض هستن، این رو من قبول دارم، ولی مسئله اینه که قدرت تصمیم گیری دست اونهاست و مبنای قانون اساسی فقه. حالا اینکه جامعه مدنی یا خیلی از نواندیشان دینی یا خیلی از مراجع چی فکر میکنن، اون قانون نیست، اون در قانون الان منعکس نشده. خواسته مردم در قانون الان منعکس نیست. این همیناست که محل اختلاف مردم هستش. درسته که ما میخوایم که این آپدیت بشه. حالا خواسته های ما مثل خواسته هایی که در این قانون اساسی هست نیست. ما عوض شدیم. ما چیزای جدید میخوایم و اون اقلیت دارن اینقدر مقاومت میکنن. در مورد اینکه فیفا کلنگی برخورد نکرد وگرنه چرا زودتر نکرد؟ با فیفا یا مثلا آقای ترامپ یا بقیه مسئول آزاد کردن ما یا جون سهر خدایاری نیستن. وقتی ما میایم صدامون رو در عرصه جامعه فریاد میزنیم، وقتی ما فشار رو در داخل به جمهوری اسلامی زیاد میکنیم، میشه انتظار داشت که فشار خارجی هم زیاد بشه. وقتی ما ساکتیم فیفا خب چرا باید زودتر از ما باشه؟ ما مردم باید بار خودمون رو به دوش بکشیم و بعد انتظار کمک داشته باشیم، خودمون رو بتونیم سازماندهی بکنیم، بتونیم نشون بدیم که امثال سهر خدایاری میلیون ها میلیون ایرانی وجود دارن که در تبعیض هستن، در تبعیض های دوگانه، در تبعیض های لایه لایه چندگانه، و اولین قربانی این حکومت ما زن ها هستیم. ما زن ها که از بد به ورودمون به این دنیا نصف یک مرد هستیم. تا کجا میخوایم مبارزه های موردی رو دست کم بگیریم؟ همه اینها کنار هم قرار میگیرن و به ما نشون میدن که هیچ راهی جز تغییر بنیادی وجود نداره. متشکرم خانم آذرافشار. در 30 ثانیه اگر جمع بندی بکنید ممنونتون میشم. ببینید، تلاش برای حقوق بشر، برای مساوات و برابری تو تمام جوامع دنیا وجود داشته و داره. هیچ جامعه توسعه یافته نیست که ادعا کنه من به پایان تاریخ رسیدم. بنابراین در پیشرفته ترین جوامع دموکراتیک هم شما میبینید که خلاهایی وجود داره و فعالان مدنی دارن براش تلاش میکنن. جامعه ایران هم مستثنا از این قاعده نیست. ما با ظرفیت بومی خودمون توی این 40 ساله خیلی کارا کردیم. حتی میگم توی تو حوزه فقاهت هم تحولاتی صورت گرفته. اگر نبود ما امروز ورزشکار زن اصلا نداشتیم، مدال آوران زن نداشتیم. بنابراین صحیح. این تحصولات بوده و هست، به همین ترتیب ما داریم. خانم فرهاد، شما هم در 30 ثانیه لطفاً جمع‌بندی کنید ممنون میشم. ببینید، اینکه ما کسایی مثل مریم میرزاخانی در عرصه ریاضی داریم، من دیگه اسم میبرم، در تمام عرصه ورزشکار، هنرمند، در تمام عرصه، این نشون میده که با وجود تمام فشارها زنها در ایران دارن کار میکنن. منتها همونطور که گفتم ما باید صدامون رو بلند بکنیم، ما زنها، واسه اینکه اولین قربانی هستیم و همیشه در این سیکل هستیم. بخاطر اینکه ما نصف حقوق، یعنی در واقع ما شهروند درجه دو هستیم، ما نصف حقوق مردها رو داریم، در دادگاه، در حق خروج از کشور، در حضانت فرزند، در ارثیه، در همین حق ورزش رفتن ها. بنابراین ما باید یک بار واسه همیشه صدامون رو بلند کنیم و ریشه رو ببینیم و ریشه رو هدف قرار بدیم. متشکرم. ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر و مرضیه آذرافشار، فعال مدنی با من.